خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سازمان ملل متحد برای تامین امنیت نهادهای مربوط به این سازمان در افغانستان پرداخت 6 میلیون دلار را به وزارت داخله امارت اسلامی پیشنهاد کرده است. رویترز با استناد به مدارک گزارش می‌دهد که بودجه پیشنهادی در سال آینده بیشتر به منظور دستمزد ماهانه نیروهای امارت اسلامی که مسئول تامین امنیت نهادهای سازمان ملل است پرداخت خواهد شد. سازمان ملل متحد همچون یک کارفرما مامور است ظرفیت کشورهای میزبان را در جاهایی که کارمندان سازمان ملل متحد در ناامنی کار می کنند تقویت کند و در هنگام نیاز این ظرفیت را تکمیل کند. ایالات متحده آمریکا می تواند در هر حالت مردم افغانستان کمک بکند و همکاری های مستقیم داشته باشد. همزمان وزیر خارجه ایالات متحده بر ادامه کمک های بشری به افغانستان تاکید می ورزد. آنچه که اکنون من روی آن تمرکز دارم اوضاع افغانستان است، به شمول اوضاع بشری. ما همچون بزرگترین فراهم کننده کمک های بشر دوستانه به افغانستان به کمک های من ادامه می دهیم. بلینکن می افزاید که ایالات متحده در تلاش است تا راههایی را برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان بیابد. با گفته او صدور چندین مجوز از سوی وزارت خزانه داری این کشور بخشی از این تلاش است. ما چندین مجوز عمومی را صادر کردیم تا به کشورهای دیگر و نهادها اطمینان بدهیم که کمک‌هایشان را بی‌نگرانی از تحریم‌ها به افغانستان بفرستند. در حالی که واشنگتن هنوز به خواسته‌های مکرر گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده برای آزادسازی پول منجمد شده افغانستان پاسخ مثبت نداده است، اما کابل آزادسازی این پول را برای مردمان کشور مهم می‌داند. گام خوبی است، ما این را ستایش می‌کنیم چون افغانستان نیاز به همکاری و کمک داره و یک گام بسیار خوب در عرصه اقتصادی و کمک به افغانستان شده میتونه و خواهان ازی هستم که تمام پولایی که منجمد شده رها شوه و مردم افغانستان نیاز به کمک و همکاری داره. با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، واشنگتن تحریم های اقتصادی را بر کابل بیشتر ساخت و بیش از 9 میلیارد دلار دارایی کشور را مسدود ساخت.